نام حق را به یاد شهدا، ملت در چه حال است و دولت در چه خیال است؟ 30% مردم ما گرسنه است، زیر سطح فقر زندگی میکنند. 30% 90% پیاده کچالو ندارد، گوشت گوسفند خود بگذار. 95% برق در خواب میبیند. خانه های 95% ما فعلا سرد است، پول زغال صندلی را ندارد. معاشات 98% ما بخورو نمیر است، 5000-6000 حتی این معاشات داده نشدن. ما کل پلیس ترافیک 4 ماه داده نشدن، معاش پلیس ما 4 ماه داده نشدن، اضافه کاری 6 ماه داده نشدن، حق الزحمه معلمین 10 ماه شده داده نشدن، تقاعد ملکی و نظامی از 10 ماه تا 2 سال داده نشدن. این حالت مردم است. 70% بیکار است. مردم حتی حاضر است که خود را بکشند، از این دوزخ افراد به نام افغانستان فرار کنند. اما در این حالت دولت در چه خیال است؟ عین الغین از اعلان قاب ساعتی کلایی خود به عذاب ماندن، از تعداد موترهای زره خود حسابش گم شده، از عین و غین و وزیر و وکیل و سناتور و والی و قماندان و رهبرای جهادی به چوکهای خود چنگ زدن، از امتیازات خود دفاع میکنند. قوه قضایی ما در چه حال است؟ میگوید به دلار رشوت میخواییم به خاطر که ارزش افغانی پایین میرود. در مسند پیامبر نشستم. وزرای ما از صبح تا شب تلویزیون ها رو نگاه کنیم که تعداد چاپلوس و چوتار و چاکر تبریکی میرود. از صبح تا شب چپند است و پکول است و قرقل است و پتکه است و بادام است، کلچه است. از برای خدا نمایندگان ما در چی خیال است؟ یا اکثرشان 245 وکیل زنده است، 30 وکیل، 50 وکیل اگر بود من دست خود قطع میکنم. ساعتم چند است؟ 9:47. نمایندگان در قصه و غصه رسمیت بخشیدن به نمبر پلیت های خاصشان است، هر روز در مذاکره و معامله است. نمایندگان در قصه و غصه موترهای زره و شیشه‌چی های خوبشان است که چگونه امتیاز حفظ شود. حتی من شنیدم که در حال درخواست موتر هستیم. شما به من گفتن که می خواهیم که غین و عین به شما موتر دولتی بدهد، به خاطر که والی دارد، وزیر دارد، کماندان دارد. ما آمدیم که جلوی دزدی را بگیریم، نه اینکه جلوی فساد و امتیاز را بگیریم، نه اینکه نام ما دلار اضافه شود. حتی یکی از وکلا خنده میکرد، میگفت بچردو صاحب شاهد باش که ما فردا اگه تیاره نخواستیم امیر شاهد باشد. وکلای محترم، ما چگونه میتوانیم برای این ملت یک ذره مرهم بگذاریم؟ خود ما وقتی در این معاملات خون ملت رو میمکیم.